دوستای عزیز در حال چهره دیگری هستند که در این برنامه حاضرن. مطالب جالبی ایشون این هفته دارن. به ویژه دیدم یه عکس جالبی هم فرستادن رضا شاه کبیر که در این برنامه ما پخشش بکنیم. امیدوارم که چهره ایشون رو بذارین روی صفحه. درود بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. امیدوارم که خوش و خرم باشین، زندگی و وفق مراد و مطالب جالبی که برای ما منتشر خواهید کرد. درود بر شما، روز شب خوش آقای ژرفشاهی عزیز. دیگه وقتی فکر نمی‌کنم مونده باشه، ولی سریع خدمتتون عرض کنم که در فرانسه البتون پرسیدی که کردید آقای قرقوزلو پاسخ ندادن و اگه وقت شد آخرش من توضیح میدم بهتون، ولی آقای ژرفشاهی توی فرانسه 1500 نفر از نماینده های مجلس، نماینده های انجمن شهر، یعنی کسایی که مردم به اینا رأی دادن رو کتک زدن، رفتن اینا رو در خونهشون، در شهرداریشون، در پارلمان، در انجمن شهر اینا رو کتک زدن 1500 نفر. برای همینی که الان جنجال را افتاده که برای اینا محافظ بذاری، اینا رفتن اینا رو کتک زدن، گفتن آقا ما به تو رأی دادیم، تو چرا میخوای به اینجا مثلا به این قضیه تو رأی بدی؟ نباید رأی بدی، مخالف شیم ما. بعد پس فردا روز پنجشنبه تقریبا تمام مدارس بخش عظیمیش 70% تعطیل، که اینا خواهم تظاهرات کنن، اعتراض کنن به این محدودیت هایی که در رابطه با همین بیماری و اینا مطرح هست. من اینو گفتم در ابتدا که یادآوری کنم، ببینید این حرفایی که ما میزنیم که سرگرمیه 43 ساله هیچ فرقی نکرده. این حرفایی که سیاوش اوستا الان میخواد بگه اینا رو باید به مردم بگیم. همه ما هممون سر کاریم اگر از این حرفا نزنیم، که من میخوام بگم الان بهتون آقا مردم ما 12 سال پیش رفتن ریختن تو خیابون میلیونی ریختن توی خیابون، برنامه قطعی بود که رژیم بیفته، قاطع بود برنامه رژیم بیفته. یهو این موسوی رو گذاشتن رهبر انقلاب، سادات تازی، یعنی میخوام بگم این سادات تازی رو باید بشناسیم، اینا حزبن، گروهن، دستن، متحدن، هم پیمانن. یعنی اگه سید علی خامنه ای یه وریه، سید محمد خاتمی یه وریه، سید میر حسین موسوی، تاجزاد اینا یه ورن، اینا همشون در اصل با هم متحدن، این بازی ها رو میکنن مثل این بازی جهانی که کردن 43 سال موندن. علی خامنه ای از روزی که سفارت امریکا رو اینا گرفتن رفت توی سفارت امریکا با گروگانا صحبت کرد، این دست رو دادم و دستی که با روسیه هم داده بود. اینا همشون مزدورن، برای اونا کار میکنن. حالا اونجا به ما خیانت شد و به مردم ایران خیانت شد، مردم میلیونی اومدن توی خیابون، یارو عقب کشید. حالا یارو که عقب کشیده رفته، تو همین الان قهرمان ملی است. قهرمان ملی است کجا؟ قهرمانان ملی برای شرفشایی همه فراموش کردن. قهرمانان ملی ما اوناست که رفتن روی مین. یارو که رفته روی مین جا آزادی ایران و دست پرورده های محمد رضا شاه همه اونا بودن. خلبانی گرفته بمباران کرده، بعد گرفتن یه تیکه کاره کردن، به دو تا جیب بستینا تیکه کردن. قواس های ما رو که ریختن تو دریا، یه دل تیر زدن قواس های ما رو که زنده بگور کردن. اینا اصلا فراموش شده. چرا اینا فراموش شده؟ اینه که میخوام بگم، خوب گوش کنید، چون صدام حسین تازی است، سادات تازی است، اسم برادرش حسینه، عبدالمجید فامیلشه، اسم پدرش و اینا، یکی دیگه داره علیه، یعنی شیعه است. علی خامنه‌ای رهبر شیعیان مملکت ما که داغون میشه. آقای شرفشاهی توی عراق چند تا آدم اعدام شدن فقط، همه اینای دیگه ریش و هوا و عمامه، الان حزب بس تماما در خدمت علی خامنه‌ای است، اما به نام روحانیت و حزب فلان عراق، حزب فلان عراق. برای همین ایران ما فاحشه خونه شده، برای همین ایران ما مردممون گدا شدن. اینا رو باید به مردم بگیم رو هوشیار باشن. مردم الان هوشیارن. آقای شرفشاهی، آقای شرفشاهی خودشون نوشتن، روزنامه آفتاب قم نوشته، روزنامه دیگه نوشتن که در هر ماه
هزاران آخوند لباس روحانیت در ایران میاد بیرون. اینا فیلماش هم هست. اینا رو به مردم بگین. دارن فرار میکنن. مردم ما داره کتک میزنه اینا رو توی خیابون. آخوندا رو کتک میزنن آقای شرفشاهی. اینا رو باید به مردم بگیم. من بهتون اول عرض کردم در فرانسه مهد آزادی 1500 تا توی چند ماه اخیر زدن اشکالی نداره. آقای شرفشاهی یه کسی که کار بد میکنه فحش دادن، همین که حالا پرسیدین از آقای قرقوزی، من به شما میگم چون من کسی چیزی ندارم. آقای رئیس جمهور فرانسه اومده به مردم گفت اونه که واکسن نزنن جوه رزان مغده، آن مغده مرد اونه که فرانسه نگه مغده یعنی گوه. بعد همین دیروزم اومد قاطع دفاع کرد، گفت من حرفی که زدن رو پاش حرف دارم هستم. اونایی که مملکت رو میخوان به هم بریزن، اختشاش بکنن، بر خطر جانی برای دیگران بیافرینن چه و چه. حالا من میخوام اینو به شما بگم آقای شرف، مردم ما شروع کردن آخوند رو انگلیس ساخته. این که شما میفرمایید عربستان سعودی هتل ساخته، آقای شرف عربستان سعودی تا الان گوش کن، من خبر دارم اینا رو، مردم گوش کنید، از الان از زمان محمد رضا شاه تا الان یکی از اصلی ترین پرداخت کنندگان وجوهات به تمامی روحانیت ایرانه. نه تنها ایران، عربستان سعودی به عنوان نگهبان مکه و مدینه و جهان اسلام به تمام روحانیون چه شیعه چه سنی چه پول میده. ایران که میبینید اینجور بدبخ شده چون آخوندا همه آیت الله چندین میلیارد خود ایران میده، از اون طرف عربستان سعودی میلیارد پول میده از طریق اوقاف. از زمان علی شریعتی کافی، من اسنادش رو منتشر کردم 30-40 سال پیش، حسینی ارشاد رو تو ایران عربستان ساخت، مهدیه کافی رو عربستان ساخت. اینا رو من در جریانم، آقای پرویز ثابتی یه روز میاد اینا رو میگه. حالا این دو دقیقه است، همین فیلم رو ببینیم تا من باز ازش نتیجه گیری بکنم. آقای شرفشاهی عزیز، جناب شهرتی، همین دو دقیقه است ببینین. اولین کسی که آخوند رو کتک میزنه، مردم ما امروز بیخود نیست که میگن رضا شاه روحت شاد، اولین کسی که آخوند رو کتک میزنه ببین کیه؟ رضا شاه. بعد کسی که میگه روحانیون فوش، عیب نداری فوش نیست، میگه روحانیون از دم خرن، کی میگه اینو؟ خسرو به آواز ایران شجریان. گوش میکنیم. آخی تو این مرد که من دارم، من خدمتگزار حرم شریفم. من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم. مردی که پدر سوده شجریان هم پس یقش بگیرین. شجریان میگه همه آخوندا خرن، از دم میگه روحانیت جمیعا خرن. نه گوش کن، دوبارم گوش کن. شجر... و این ملت ایران. آقای شرفشاهی شما دیدم تو روزنامه بسیار منتشر کردین، مردم هر روز آخونده رو دارن میزنن. بعد الان این هیئت امنای روحانیت در ایران دیروز تصمیم گرفته که از این بعد لباس روحانیت ندن هر کسی بپوشه، چون از اونور کتک میخورن، از اونور مردم که اینا رو میزنن اینا خانوا جمعا میان بیرون.
جمعاً چند یکی از همه اینا که خیلی مشهور بود همه شما میشناسیدش ابله بود ولی اسمش دانشمند بود. دانشمندم اومد بوسید فیلماش هست. من برای کنار که گذاشت رفت کنار. خیلی های دیگه های شرف شدیم. اینا رو باید به مردم گفت. ما این روشنگری رو باید بکنیم که مردم رو از دست سادات تازی، حزب سادات تازی نجات بدیم. حزب سادات تازی رهبرش الان علی خامنه‌ای است. در ایران اصولگرا، اصلاح طلب تو این حزب دوتاشون سر ما رو کلا میذارن با دعوای زرگرشون. تمام حزب بعث صدام حسین کلشون الان اینا در عراق حقوق دارن میگیرن. به جایی که پول بگیره از عراق، پولای نفت عراق بگیره، غرامت جنگی بده به جانبازان سرزمین من که دست و پا و چشم و گوش ندارن، تازه رفته اونجا به عمو سربازا در پول میده. پسر عموشن اونا. آقای عربستان پسر عموی علی خامنه‌ای، آقای شرفشاهی، اینو من با آگاهی شما نازنین برسانم. در عراق 70% مردم شیعه هستن. 70% مردم با ایران در جنگ جنگیدن. الان اونا با پول ایران در آسایش و رفاه بعد میان ایران، ایران رو فاحشه خونه کردن. بچه های جنگ من، چه مهدوی فره، چه جعفریه، چه مستان سلجوقیه، چه هزاران نفر دیگه که بی پول و بی خانمانن، چه تو زندان ها هستن. اینا رو باید بگیم، مردم رو روشن کنیم، جهان رو. این بازی های اینا که آقای شرفشه اینا رو آوردن، شاه عزیز منو سرنگون کردن، هیچ راهش ندادن شاهنشاه رو هیچ کجا. حتی به بدبخت انور سادات بعد از سالا زدن کشتن چون نافرمانی کرد داوود. تا حالا ما بیام دنبال این بازیه که برامون در میاره، اینا دنبال نخودسیا نباید مردم رو بفرستیم. باید اینو بگیم قاطع همه رسانه‌ها در اصل، وگرنه همه در خط سادات تازی یا خامنه‌ای یا پسرعموش بسیای عراق و یا عربستان سعودی هستیم. همشون هم یکی. بله، به هر حال رضا شاه علت این که مردم تو خیابونا فریاد میزنن رضا شاه همین صحنه ها رو دیدن، میدونن که در حال چقدر مبارزه کرد این آخونده رو از وحشت میکردن و دست رضا شاه همه تو خونه اونها قایم شده بودن، کسی نمیامد. تازه خود رضا شاه یه همچی دیدهایی داشت، رفت تو ترکیه، رئیس جمهور ترکیه هم به استفارش کرد آقا اینا رو رد و پار کن، بفرستش برن، اینا مزاحم پیشرفت مملکت هستن. دیدیم که رضا شاه با این مرحله تونست دانشگاه بسازه، میدانهای ورزشی بسازه و اون همه خدمات رو انجام بده، مردم از اون گیوه پوشی و دهار پادرنگی نجات داد، همه رو کفشوش کرد، شخصیت ها رو فرستاد به فرانسه، به اروپا درس بخونن، بیان به مملکتشون خدمت بکنن. اینا داستان هایی نیست که فراموش بشه، تاریخ موجوده و هست. و اینی که مردم میگن رضا شاه اینی که یادش گرامی باد، به خاطر اینکه به این مملکت خدمت کرد و پسرش به راستی ایران رو ساخت، متمدن کرد، ملتی سی رو از دارای همه مزایای اجتماعی بودن. مردم ایران کارمنداش هر سر سال که میشد همش رو گذرنامه میگرفتن، بدون ویزا میرفتن برای تفریح، ما مرخصیشون رو در اون بگذن. اینا الان مملکت ببینیم به چه روزی انداختن، به چه فاجعه مردی که این همه با امریکا مبارزه کرد ای با مذاکره نمی کنیم، حالا شربته رو خورد میگه آقا مذاکره می کنیم. آقا مردی که تو یه چیزی رو باید لااقل روش محکم واسی، نه میبینه سخت دیگه، حالا میگه امریکا مذاکره کردن، اشکالی نداره، ما تسلیم اینا نشدیم. نشدی با چی اسم این چیه؟ تسلیم نشدن مذاکره کردی، برای که اربابت روسا بهش میگن آقا دیگه گذشتون دوره، باید بیام یه پول پله بسازیم بدهیای ما را بدیم. خیلی ممنونم آقای شرفشاهی. یک دقیقه من یه نکته مهم رو یادآوری کنم در راستای عرایض بنده، خواهش می‌کنم توجه کن. ببینید همه تحریم 40 سال داریم حرف میزنیم، همه ما شدیم عامل بیگانه تحریم. شما که میگم نه آقای سیروس شرفشاهی، میخوام از تک تک آدمایی که میان میشینن با قلم با هر چیزی تحریم، آیا میدانید تحریم یعنی چی؟ تحریم یعنی دزدیدن و راهزنی میلیاردها دلار پولهای ایران که میره تو صندوقهای خارجی ها. تحریم درست اونه که من
بارها از زمان جورج بوش تا همین آقای بایدن نوشتم، نامه هم هست، جواب اونا هست. میگم آقا شما پولای ما رو که تحریم میکنید، پولهای ایران رو مصادره میکنید، اینها رو زیر نظر سازمان ملل متحد باید پخش کنید به مردم گشنه و گدای سرزمین من که گدا شدن، گرسنه شدن. این هم بدونید که تحریم این است، باید اینو بخواید. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستا، شب و روز خوشی رو در هفته آینده برای شما آرزو کنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گزلو و سیاوش عبستا با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.